اتفاقاتی که در رابطه با ترور پرزیدنت ترامپ داره انجام میشه تحقیقاتش خیلی کند داره میره جلو و تا الان نتونستن کسی مستقیم یقه کنن تا بتونن سوالای درست ازش بپرسن و مجبورش کنن که جواب بده حالا اگر جواب غلط میده جواب بده یکی از این قدم های خیلی کندی که انجام شده یه بریفینگ کوتاه برای سنا بوده که تقریبا 45 دقیقه طول کشیده و تد کروز در موردش صحبت کرد توضیحات بسیار بسیار جالبی داده که به نظر من شنیدنش خالی از لطف نیست برای شما آوردم که اونو با هم دیگه مرور کنیم از طرف یه بخش بسیار زیبای شب چهارم کنونشن که تاکر کارسون صحبت کرده بود میدونم که خیلی از ما ایرانی علاقه داریم به تاکر کارسون به خاطر لحنش نوع بیانش و همچنین نوع خاص نگاهی که داستان داره طبق معمولم همونجوری فان و باحال هم هست اونم آوردم که اونم ببینید مطمئنم که اگر ببینید قطعا ازش لذت خواهید برد در نهایت هم یه بررسی کوتاه می‌کنیم وضعیت نظرسنجا و اتفاقاتی که بر بایدن داره میفته ویدیو امروز خیلی هیجان انگیزه امیدوارم که حتما تا انتها بیننده باشید خب عرض درود ادب دارم خدمت همه شما دوستان فراد متقی اینجا اخبار خاموشه و در این کانال سعی میکنم اخبار و اتفاقاتی بیارم که خودشون خاموش نیستن در حقیقت خاموشن یکی صداشون رو کم کرده تا بقیه نتونن ببینن و بشنون اگر تازه با این کانال آشنا شدید دو سه روزی دووم بیارید متوجه میشید چی به چیه و لطف میکنید اگر سابسکرایب کنید و ممنون میشم اگه ویدیو رو لایک بزنید تا توسط ربات یوتیوب و گوگل در فضای مجازی به عزیزان فارسی بیشتری توصیه بشه بریم سراغ اخبار و ببینیم کلا چه خبر این روزا بریم از خواهد تید کروز شروع کنیم که اسم گفته بودم مطمئنم که شنیدن حرفاش برای شما جالب خواهد بود. Senator, خب توضیحات رو به تید کروز دادن در اون حالا بریفینگ مختصری که گفتم در اون گزارش مختصر حضور داشته میپرسم که حالا این گزارش ها به شما دادن چی متوجه شدید؟ 100 with خب خیلی دیوان کننده بود ما تقریبا کل صد و خوردهی نفر سناتور توضیحات رو شنیدیم توضیحات که اون سران اف بی آی سران سیکرت سرویس هم اون دادن 45, 45 دقیقه بود 30 فقط سعی کردن هجو که میتونن از زیر توضیحات قصر در برن و رو بپیچونن walking through سعی کردن تمام جزئیات منظور جزئیات به درد نخور اون روزه که چیکارا انجام دادن خط زمانی رو بیان مثلا 8 و دقیقه چه سید ریچارد از سر چارا پیچید سمت چپ 8 و 10 دقیقه یه گربه رو شیروونی بود چیزا به درد نخور شروع کرده فقط زمانو کشتن field, stage, what... تمام توضیحات به درد نخور که اونجا تو منطقه چیکار کردن رو استیج چه کارایی کردن پشت صحنه چی کار کردن؟ همه یه توضیحات رو دادن، غیر از اینکه چرا آنها نتونستن یه نفر آدم رو که با اسلحه به پرزیدنت شلیک کردن رو متوقف کنن you know, you the... اون توضیحاتی که اصلکاری بود، اونا خیلی راحت از روش رد شدن و این وضعیت به حال سیکرت سرویس رو دارید میبینید که چقدر نامید کننده است بذارید بتونید چیزی بگم خانم چیتل رو میگه رئیس سیکرت سرویس میگه باید همین امروز استعفا بده و صادقانه بگم جو بایدن, بایدن باید اون رو خیلی وقت پیش اخراج میکرده چی کار باید بکنی که جو بایدن اخراجت کنه؟ واقعا یه مصیبت و یک فاجعه امنیتی بودش بعد از این گزارش که دادن اجازه دادن سال بپرسی فرنی فقط چند تا سال جواب دادن I tried to ask a question, but... من فوری خواستم که منم جز سال کننده ها باشم ولی خب باید سعی کردی یه شماره زنگ بزنی با گوشید که هیچ موقع این گزارش پچا به صورت تلفنی بوده ولی اینکه خب به من زنگ نزدن اونها کلا هیچ کدوم از محافظه کارا یا جمهوری رو تو سوالا دخیل نکردن میخوام چند تا رو که اگر به میذاشتن من اونجا بپرسم و اینجا بپرسم چرا به تعداد لازم افسر رو برای افسر رو برای سیکر سرویس رو برای این کار گسیل نکرده بودن چرا تجهیزات لازم اونجا حضور نداشته Number two, چرا اون سقف منظور چرا اون حالا اونجا امنش نکرده بودن چرا هیچ افسری رو پشت بومه نذاشته بودن Number three, no no چرا هیچ پوشش هوایی نبوده چرا هیچ پهپادی نبوده no

وقتی که تیراندازی دیدید چرا دستگیرش نکردید؟ و سوال شماره پنج چرا گذاشتید ترامپ بره روی استیج وقتی میدونستید که همچین خطری اونجا وجود داره؟ اون هیچ کدوم این هی سوالا رو نمیخواست جواب بده و به طرز احمقانه این هنوز سعی میکرد ادعا بکنه که همه چیز همه چیز اونجا درست بود و همه چیز طبق برنامه بود واقعا چیزی که آدم نمیدید اونجا یه خوره مسئولیت پذیری بود و به طرز وحشتناکی حال به هم زند بود ago. اه شما اهل تگزاسی ما یادمون سالیان قبل اون صحنه که در دل... دالاس تگزاس خلق شد اونجا سکن یه لاپوشونی انجام بدن به حال تو تصویر کلی خیلی از آدما بودن که سوالای زیادی داشتن در مورد این اتفاق فعلی هم خیلی از آدم هستن که سوال دارن آیا چیتل الان وضعیتش اینجوریه که داره تلاش میکنه همه سوز رو مخفی کنه هر آدمی که مدار شرافت در وجودش بود شرافت چه گفتم شرافت هر آدم شریفی که بود الان قطعا استفاشو می نوشت و تقدیم میکرد حق کاملا با توه I don't know what I will say. I just recording a من واقعا نمیدونم چی بگم همین الان یه دونه پادکست ثبت کردم با دیو مکار که الان به حال داره سعی میکنه در پنسیلوانیا برای سناتوری اقدام کنه کاندید دیو هم اونجا تو اون رالی بود دیو خودش داستان رو داشت تعریف میکرد عنوان کسی که خودش اونجا حضور داشته The leadership of the Secret Service Utterly incompetent on this and I want to draw... چیزی که متوجه شدم رهبری سیکرت سرویس تو اونجا واقعا به طرز ملموسی فاجعه بار بوده their... اینو بگم آدمایی که مامورایی که اونجا بودن قهرمانانه عمل کردن اونا سعی بدن خودشون رو بین گلول... بین گلوله و رئیس جمهور قرار بدن so I'm و اینو بدون که من اگه دارم چیزی میگم منظورم اون مامورهایی نیست که اونجا حضور داشتن uh, ولی اون رهبری کلی که اونجا وجود داشته دو حالت خارج نیست یا اینکه عدم کفایت و صلاحیت این رهبر رو میرسونه یا اون چیزی که من خیلی نگرانم براش اینه که این اتفاقی اتفاق سیاسی بوده باشه اینو رو… یادتون باشه این همون سیکرت سرویس و همون کابینه ایه که تا همین امروز که هستیم پوشش سیکرت سرویس برای رابرت کندی جونیور رو به حال تا الان منکر شده رابرت کندی جونیور که هم پدرش هم اموش توسط به حال افرادی ترور شدن و به قتل رسیدن و هر کاری که کابینه بایدن داره انجام میده میدید که کار کاملا حزبیه من اعتقاد دارم که سنا باید حتما یه جلسه استماع فوق العاده برای هفته آینده تشکیل بده. ما باید قطعا رئیس سیکرت سرویس رو بیاریم برای استماع باید سران اف بی آی بیاریم. همچنین بعد به حال وزیر امنیت داخلی بیاریم. اونو باید حتما این رو جواب بدم و همچنین باید رو جواب بدم که چند تا تهدید تا الان ثبت شده به علیه دونالد ترامپ من اعتقاد دارم که تر... تر... ترامپ یکی از افرادی در دنیا که بیشترین تعداد تهدید ها رو تا حالا گرفته و فکر میکنم که سیکرت سرویس اون شغل اصلی خودش به طرز وحشتناکی تا الان شکست خورد وقتی که میگی ممکن اتفاق سیاسی باشه یعنی مثلا منابع او یا سعی کردن از عمد ندن یا اینکه اصلا بی خیال فرستادن منابع شدن منظور از منابع تجهیزات و نیروی انسانی بله بله بذارین من اینو البته شفاف بگم نمیخوام یه،, یه،, چیزی بگم که پیشنهاد بدم یه توتعی در کار بوده not... که سیکر سرویس هم در اون دخیل باشه حرف من این نیست میز... there, there, بله خب برای اون مسئله هنوز فعلا شواهد و مدارکی نداریم no و من همچنان انقدر به آمریکا اعتقاد دارم که سعی کنم به همچین چیزی فعلا فکرم نکنم جسی خیلی جالب گفتش گفت فعلا شواهدی براش نداریم یعنی جزء احتمالات قطعا میتونه باشه چون خیلی چیزا هم نمیخونه از زیر جواب تفره رفتن این افراد هم نشون میده که به حال اگر ریگی تو کفششون نبود بالا فاصله می بازم تاکید میکنم مسئول سیکرت سرویس اوباما برای اینکه یک نفر خودش رو, رو, رو روی اون فنس ها یا روی چی میگن بهش حفاظهای های کاخ سفید کاخ سفید نه خونه ی اوباما نه جایی که اوباما سخنرانی میکرده یه نفر خودش رو پرت میکنه رو حفاظ های کاخ سفید کسی که مسئول سیکرت سرویس بوده در دوره اوباما به خاطر این اتفاق میره استفا میده حالا اینجا تیر زدن رئیس جمهور سابقم خورده گوشش هم زخمی شده یه همچین افتضاحی هم بودش که هیچ توجی نداره بده و طرف هنوز وایستاده میگه من سر کارم میمونم من چیزی که دارم میگم اینه که این خانوم کسی که منصوب شده به حال رقیب سیاسیه همه ای اتفاقاتی که تا الان افتاده تفره رفتن از مسئولیت پذیری بوده said... اه... تو این تماس تلفنی ازش پرسیدن چجوری تیرانداز تونسته بره روی سقف بعدش گفته من نمیدونم چجوری ممکنه این زنه که ندونه مگه سال مهمتری هم وجود داره asked, she... ازش پرسیده بودن اونجا شما پهپاد در اختیار دارید حفره رفت قبول نکرد این سوال جواب بده. Said, well, we that the were for the uh, گفتش ما به این نتیجه رسیده بودیم که تیم ضد uh, اسنایپر یا ضد تکتیر انداز که اونجا رو سخت گذاشتیم به اندازه کافی کفایت میکنه well, اینکه این که مشخص کاملا این ارزیابی uh, غلط the بوده. الان میگن که خاطر شیب اون سخفی که وجود داشته باز شده که تیم زده تکتیر انداز نتونه اینو اونجا ببینه مسئولیت پذیری صفر قدرت تشخیص صفر مشخصه که این خانم گند زده اون مدیریت و رهبریش گند زده و تو این کابینه یکی ای که من بگه آقا واقعا چرا جو باید اینو اخراج نمیکنه like, like شما افغانستان رو نگاه میکنید اون خروج مفتزهانه از اونجا هیچ کی اخراج نمیشه to to is... یه نفر باید چی کار بکنه که اخراج بشه تو این کابینه no هیچ مسئولیت پذیری وجود نداره بخصوص اینکه کل داستان سیاسیه I understand we don't believe in conspiracy theories. There's no evidence of that. But now we hope there is not. But when this is such a blatant and catastrophic security failure, when they allow the president to take the stage after they know there's an armed threat on a rooftop with اما وقتی یه همچین سوتی وحشتناکی وجود داره یک همچین بیکفایتی وجود داره که اجازه میدن رئیس جمهور سابق بره رو استج و سخنرانی کنه در زمانی که میدونن یک تهدید وجود یک تروریست مسلح لای جمعیت وجود داره 150 که 150 یارد فاصله داره این باعث میشه که خیلی از آدما فکر کنن چرا حالا میگه چرا خیلی از نما فکر کنم مگه میشه کار خودشون نبوده باشه چرا یه دن از این اتفاقات در بایدن نمیفته چرا یکی تالا نتسته تو اندازه تو صورتش آقا دمپایی پرت کنه یه چیز کاملا مشخص روشون نمیشه بگن ما رو میشه بگیم آقا یکی بیاد با رسم شکل به من ثابت کنه که این قضیه همه این اتفاقات تصادفی بوده من فکر میکنم که این کابینه مخلوطی از اتفاقات تلخیه مثل تصمیمات لول بالایی به حال حزبی که تصمیمات رو اساس حزب میگیرن و همچنین بیکفایتی مطلق you know, این تصمیمی که اون نیروهای مورد نیاز برای دفاع از ترامپ رو در اختیارش نذاشتن برای محافظت از ترامپ. چیزی که مشخصا متوجه شدیم که بخشی از نیروهای محافظ ترامپ و از ترامپ گرفتن فرستادن برای محافظت از جیل بایدن اونا در همون روزی که تیراندازی انجام شده <ساس> به خاطر اینکه جیل بایدن هم در پنسیلوانیا برنامه داشته من اینو بگم به با حال بانوی اولم لازمه که ازش محافظت بشه decision, where... اما اون اتفاق سیاسی که افتاده و اون سالی که باید پرسیده بشه در were they, were they and... تو برنامه خودشون ترامپ رو چجوری میبینن به عنوان رئیس جمهور سابق میبینن یا به عنوان رئیس جمهور به احتمال زیاد آینده اونم کسی که بعد از یک دهه رادیکال تعریف کردن این شخص به عنوان هیتلر به عنوان دیکتاتور think... به حال تعداد بسیار زیادی دشمن براش ساختن و من متاسفانه باید بگم برای این باورم که از عمد اون محافظت لازم و تجهیزات لازم برای محافظت از ترامپ رو براش اونجا تهیه نکردن این اتفاقی هستش که هر چقدر بخوایم خوشبینانه بهش فکر کنیم فکر نمی کنم. کسی بتونه منکر این بشه که به هر حال کسی که در تمام نظر ها جلوه تنها رقیب بایدن در حال حاضر به حال یه کاملا مشخصه با اختلاف هم جلو هستش چرا باید اون تجهیزاتی که مورد نیاز برای محافظت از ترامپ در اختیارش قرار ندن اما از این تلخیب بگذاریم برسیم به شیرینی تاکر کارسن که میدونم همتون حال میکنید یه ویدیو خیلی باحال صحبت که در آرنسی انجام داده در کنوانسیون جمهوری خواهان بریم اینو ببینیم که قشن بشوره ببره Ladies and gentlemen, please welcome journalist, author, and American citizen, Tucker Carlson. خانم آقایون لطفا خوش آمد بگید به تاکر کارسون خبرنگار و شهر نویسنده و شهروند آمریکایی so fun. خیلی حال میده <laughs> تشکر میکنم خود صدا رو کم کنم صداش زیاد اذیتتون نکنه اه این پیتر نوارو بود تصویرش آه خیلی هیجانیه been... خب بعضی جمعیت داره میشناسه میگه خوشحالم میبینم. Thank you. I feel like I know about half the people in the room. This is wild. What are you doing? Justin Wells. Thank you, guys. Okay. Can I just say Peter Navarro is back. آمریکا پیتر ناوارو برگشته اینجا. Welcome to Peter Navarro. خوش آمد میگیم به پیتر ناوارو میدونید که زندان بود به خاطر ترامپ. So متاسفانه از سرنوشتی رنج کشید که برای خیلی از کسایی که با ترامپ دوست بودن اتفاق افتاد. ممنونم که رو دعوت کردید. خندهای بسیار معروف و انرژی بخش تاک کارسون این همه کنوانسیون رفتم تا حالا به یه کنوانسیونی انقدر باحالی نرفتم. و هیچ کنوانسیونی با انرژی بهتر از اینجا ندیدم. ا دموکرات ها میگه, میگه واقعی اجازه دادن که ناوارو از زندان آزاد بشه. Well, thank you. این اتفاق اینجا با اون چیزی که من فکر می کردم خیلی تفاوت داره I can't hear you but I, I know it's something good <laughs> اه, یکی چیز بلند میگه من نشیدم چی گفتی ولی بیدونم هرچی گفتی چیز خوبی بوده <laughs> So من ویدیوی اون اتفاقی که در باسلر پنسیلوانیا افتاده شاید بالغ بر پنجاه بار تماشا کردم فکر کنم من یه دونه از اون هشت میلیارد نفر آدم روی کره زمینم که بارها و بارها رو دیده هرچی بیشتر تماشا کردم بیشتر این به دلم افتاد که همه چیز متفاوت بود after that بعد از اون اتفاق همه چیز تغییر Everything. کرد And is همه چیز حتی این کنونسیون متفاوته world... دنیا متفاوته ملت متفاوته حتی دونالد ترامپ هم متفاوته وقتی که اون بعد از اینکه تیر خورد به صورتش و خونین بود ایستاد و دستش آورد بالا فکرم در اون لحظه یه تغییر اصولی ایجاد شد Well, I think that. I think it was divine intervention. But the effect that it had on Donald Trump, he was no longer just a political party's nominee. میدونم که این اتفاق اتفاق بسیار بد بوده ولی در اون لحظه که ترامپ ایستاد دیگه ترامپ به عنوان یک کاندید حالا به حال ریاست جمهوری نبود یا به عنوان یک رئیس جمهور سابق یا به عنوان جمهور آینده اونجا اون ترامپ نشون داد که رهبر این ملت و من فکر می‌کنم یه تفاوتی وجود داره خب من مدت زمان زیادی در واشنگتن زندگی کردم واشنگتنی که رئیس جمهور اون بالا نوک هرمه همه دوست دارن تلاش کنن یه روزی رئیس جمهور بشن it, power, think... خب اگه فکر کنید میفهمید که به حال ریاست جمهوری با قدرت بسیار زیادی هم that is bestowed by a process of some sort that can be subverted. همطور که میدونید به حال یه قدرتی که طبق پروسه به وجود میاد و میتونه این قدرت ازش گرفته بشه یعنی قدرت موقت است طرف این قدرت, از قدرت میتونه ازش بگیرن استیزاه کنن هر چیزی قدرت موقتیه and in the end it does not confer by itself as no title does legitimacy و این به حال تیتر یا این منصب چیزی نیستش که به خودی خود بتونه خودش رو مشروع بکنه یعنی بالاخره یه صفتیه یا یه شغلیه که آدمهای دیگه رأی میدن تا طرف به اون درجه برسه و بشه رئیس جمهور هم بخوان میتونن دست جمعی بشنن و ازش بگیرن you mean that much I can... اگر مثلا شما خودت خود رئیس جمهور صدا بکنی یا خطاب بکنی این دلیل میشه که بقیه این کارو بکنن

You... No, you could. You could. Saying... ببین نه دارم میگم که شما میتونین کارو بکنید به... به صورت تئوری شدنیه With enough... <laughs> With that could با... ت... ت... با اگه به اندازه کافی تقلب کنی اونم امکان پذیره اما رهبر بودن کاملا متفاوته این واقعا دیگه یک تیتر نیست یک لقب نیست که بادم بدن یه، یک یک چیز ارگانیکه a leader. A leader شما کسی میتونی رهبر خطاب بکنی که رهبر ترین فرده یه توضیح یه خطی بدم مدیر خوب با رهبر خوب فرق داره یه تفاوت زیادی بین مدیریت و رهبری وجود داره مدیریت اکتسابی با حالا تحصیل و تجربه و غیره به دست میاد ولی رهبری چیزیه که در شخص باید وجود داشته باشه تا بتونه رهبری کنه ممکن هیچ سوادی نداشته باشه جای نرفته باشه ولی قدرت رهبری رو داشته باشه شجاع ترین فرد اون کسیه که رهبره این all human در تمام ارگان های انسانی این وجود داره this is a law of این اصلا قانون طبیعته moment, the the... و در اون لحظه دونالد ترامپ ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری نشون داد که رهبر این ملته این واقعا واضح ترین چیز برای من بود And I have to say you know I, I, I think it changed him. I I Donald Trump. Reached out to Trump within hours of it that night. And Trump What he said to me that night having just been shot in the face he said not a single word about himself.

اول به خودم خب اول بهش گفتم که خب معلومه فرار نکردم شجاعت ترامپ تونست به اونها قلب ایستادن بده به اونها شجاعت بده رهبر شجاع میتونه شجاعت به مردمش بده and the second thing i thought was this is the selfish guy i've been hearing about for 9 years really not a word about himself و مطلب دومون بودش که این همون آدم خودخواهیه که نه سال در موردش دارن، حرف میزنن و من حتی یک کلمه تو صحبتش در مورد خودش نمیشنوم فقط در مورد مردم صحبت میکنه. تموم شد رفت و دوم مطلبی دو که اینو چرا هیچ که بهش اشاره نکرده ولی خب من عادت دارم میشه ای چیزایی اینجوری میگم. خب بذار بگم چرا نگم دونالد ترامپ امکان اینکه که بعد از تیر خوردنش کشور رو به آتش بکشه رو رد کرد یعنی این امکان رو ترامپ داشت بعد از اینکه به شلیک شده و قصد ترورش رو داشتن صحبت بکنه یا سخنرانی بکنه که قشنگ میتونست یک انقلاب داخلی را بندازه که منجر به ویرانی و قتل و کشتار و دستگیری و خیلی از اتفاقات میشد فقط کافی بودش که یه چیز دیگه بگه که طرفدارای عصبانی خودش رو بشورونه و اونها رو بریزه به خیابونا و اتفاقات دیگه ای رقم بزنه the nation. اون میتونست کشور رو به آتیش بکشه Which is an و این دقیقا اون امکان و اون شانسی بودش که تمام سیاست که من در زندگیم تا دیدم از جمله رقیب سیاسی ترامپ اگر این امکان درش به وجود می به لحظه این امکان رو استفاده میکرد ازش And they و اصلا چی شد؟ چرا این اتفاق براش افتاد؟ چرا به شلیک شد؟ و این سال سال واقعیه <applause> که بعد واقعا تو توتو جوابش بریم با هم ولی بعد از روزها بعد از ساعتها بعد از ست تا هفته بعد از تروری که انجام شد ترامپ هیچ کدوم از این سوالا رو نپرسید he did his best to bring the تمام تلاش کرد تا بتونه تمام کشور رو با متحد کنه بعد به خودم گفتن این واقعا رئیس جمهور تفرق تفرقه اندازه که در موردش صحبت میکردید معلومه که نه من فکر میکنم این مسئولیت پذیرترین و متحد کننده ترین رفتاری که من در طول زندگیم از یک رهبر دیدم so the خب بس سوال اینه که ما رو داره به کدوم سمت رهبری میکنه I من میتونم ساعت ها در مورد صحبت کنم ولی بذاری جنبندی کنم اینجوری بگم که من فکر میکنم که تمام هدف اصلی ترامپ از همون نه سال قبل که از اون پله برقی معروف اومد با این تا الان این بوده که که به ما یک واقعیت رو یادآوری کنه is, people, no مسئولیت و توجه یه رهبر باید فقط به سمت مردمش باشه و نه به سمت جای دیگه یا کسی دیگه That's the point. That's the only point. کل مطلب همینه تنها مطلبی که وجود داره همینه this... و اگه بخوام با کلام دیگه اینو بگم

اونا نه مستجراشن نه مسافر رهگذرن نه برده بلکه مالک اون کشورن برای اینکه این اتفاق انجام بشه رئیس جمهور مملکت باید نماینده مردمش باشه به عبارت دیگه باید رئیس جمهور مملکت اون کاری انجام بده که مردم ازش میخوان انجام بده Or a close approximation thereof. یا حداقل یه جورایی نزدیک به اون چیزی که مردم میخوان they what want. اما اگر کاملا بخوان بیخیال اون چیزی باشن که مردم میخوان not just one year, but say for 50 years. نه فقط برای یک سال بلکه بس... بس... نصر به صورت نسل به نسل شاید بگیم پ سال این اتفاق داره میفته Then من نمی‌دونم اسمش چیه ولی قطعاً دیگه اصناش دموکراسی نیست. و فکر می‌کنم که تنها هدف ترامپ کابینه‌اش، پرخلاف اون چیزی که می‌گفتن دشمن دموکراسیه، در حقیقت اینه که دموکراسی می‌تونه دوباره برگردونه. To the برگردونه با اعلات متحده. واپا، سرکار دقت کنید به اینکه مردم واقعاً چی می‌خوان. And the lack of interest in that question in Washington is something that ultimately drove me out of the city after 35 years. و نبود یه همچین چیزی تقریبا باعث شده که من دیگه از واشنگتن نقل مکان کنم بعد از 35 سال برم به جای دیگه زندگی کنم over the of their ODing on drugs. نمایندگان مجلسی که عملا دارن پا میذارن روی اجساد کسانی که بر اساس زیاده روی استعمال مواد مخدر فوت کردن دارن رو جسد اینها راه میرن که برن سعی کنن رای جمع کنن تا پول بفرستن بسایی کشور خارجی yeah, آره واقعا میگم lost ما تو این چهار سال گذشته تعداد افرادی که بر اثر استفاده مواد مخدر از دست دادیم بیشتر از کل کشته شده‌های جنگ جهانی دوم مونه. Yeah. Than... آره این واقعا بدترین جنگ ما بوده. In World war بیشتر از کسایی که در جنگ جهانی دوم از دست دادیم. Does چه اهمیت میده؟ It is It is... واقعا حال ب... و همزن و چند And do you hear a single word from Washington about doing anything about it? We know where the drugs are coming from. We know the supply routes. The US military spent billions bombing the Ho Chi Minh Trail. ما که اصلا مسیرش رو میدونیم و کدوم کانال داره میاد مدت ها ارتش آمریکا هزینه کرد بمبارون کرد اون قسمت هایی که های مواد مخدر و غیره بودن شما نمیشنوید که فرمانده کل قوای ما بگه آقا ما از ارتشمون استفاده میکنیم تا از کشورمون دفاع کنیم Or the lives of its no. یا از جون مردمش no. نه اون که بسه اوکراینه And it's, it's <laughs> واقعا خیلی زیاده، خیلی خوب میزنه میسوزونه <laughs> واقعا این اتفاق خیلی زیاده insulting. خیلی تو این خیلی آهانت آمیزه و این نشون دادن انگشت وسط به مردم آمریکا میمونه این یه بیانیه کاملا واضحه که بدون اشتباه هم است. و با این که ما به شما اهمیت نمیدیم I know و دونالد حالا هرچی که شما در موردش فکر میکنید بقیه من آدم فوقلاده wow. ایه و اینم بگم با مزه آدمی که در کل زندگی ملاقات کرده. آدمی که در کل زندگی ملاقات کردم و اینم بگم شما بدون آینده نگری و بدون پرسپکتیو هیچ موقع نمیتونید بمزه باشید empathy, یا بدون همزاد پنداری که اینم درسته But else about Trump aside, he cares. و حالا همه مطالب دیگه در مورد ترامپ کنار ترام واقعا کسی که اهمیت میده به مردم و کشورش in because... بانکه اون به علاقه داره به مردمی که اینجا زندگی میکنن so به خاطر اینکه این شغلشه شغل پدر وظیفه یک پدر اینه که به خانوادهش اهمیت بده duty is to his duty is to his و همین وظیفه رو رئیس جمهور نسبت به مردمش داره و به نظر میرسون تنها کسی که همچین اینجوری فکر میکنه And in his choice... و حتی در انتخاب معاون خودش معاون جی دی ونس کاملا این مطلب رو نشون داده جی دی هم همیشه در موردش اینو میگه یه آدم بسیار بسیار شریف که به عنوان دوست خودم بهش افتخار میکنن برخلاف خیلی از آدم ها در واشنگتن آدمی که خیلی نزدیک به همسرش که واقعا خیلی خارق‌العاده است تماشای این اتفاق And she is و بگم که همسرش هم زن فوق العاده علتش اینه که میگم فوق العاده است اینکه ونس نقطه نظراتی که داره از همه آدمایی که در واشنگتن هستند به نقطه نظرات ترامپ نزدیکتره برای همینه که اون الان معاون رئیس جمهور شناخته شده دقیقا این همون چیزی که میگن دموکراسی so on خب پس من خب از یه نقطه بگم اونم که پس تو این چند گذشته چه اتفاقی افتاده <applause> <applause> حداقل بعد از مناظره و به ویژه اون اتفاقی که شنبه در باتلر افتاد فکر کنم خیلی از آدم ها دارن میپرسن آقا چی داره میشه like هیچی شبیه پالیتیک نمیمونه شبیه سیاست نمیمونه خیلی متقدن یه اتفاق بزرگتر داره میفته حتی یه آدمایی که به نظر من اصلا به خدا اعتقاد ندارن من میشتم که دارم میگن شاید واقعا یه چیزی پشت این اتفاق وجود داره در حقیقت و من starting to think, I'm starting to think it's به نظرم همه چی میشه من واقعا اینجوری فکر میکنم 2018, uh, یه روز بعد از انتخابات میان سال 2018 آنتیفا حمله کرد به خونه من okay. همون نیروهای شبه نظامی به حزب دموکرات خب من سر کار بودم خاطر اینکه به مشخص بود کارم یه کاری بود که بعد اونجا در جمع حضور داشتم همسر من تنها خونه بود میخواست از در جلوی خونه بزنه بیرون که اونجا برش مزاحمت ایجاد کردن بهش حمله کردن تو تلویزیون حتی نمایش داده شد خیلی وحشتناک بود نمیخوام در موردش حالا داد را بندازم تو صورت من کسی شلیک نکرد صبح روز بعد اشتراز کشتیم رو تلفن همسر من زنگ خورد و دونالد ترامپ بود که زنگ زده بود خب ماها همچین رفیقای مسیج باز و زنگ بزن دونالد ترامپ نیستیم زنم گوشی برش گفت الو سوزی گفت منم دونالد چه، <تصحیح> رو در میاره you know, اینقدر صدا قوی بود که من از بغل میتونستم بشنوم like خوابی دارم تک واو اولین چیزی که ترامپ گفت من دارم سری محافظ میذارم در خونه‌تون. و همسر آه، خیلی ممنون خیلی کار خوبیه says, as as اون ترامپ جمله گفت که من تا وقتی که زندم فراموش نمیکنم no, گفت میدونی که نفرت بسیار زیادی الان تو خیابونا هست said, you know, is, و همسر گفتش که بله واقعا وجود داره آیه رئیس جمهور و بعد ترامپ گفت ولی عشق زیادی هم وجود داره عشق زیادی هم وجود داره و ما داریم اون عشق رو میبینیم و من فکر می عشق انسانی بوده باشه فقط این وسط ها میمیرم این جمله رو نگم چند تا سیاست مدار در زندگیتون در تاریخ دیدید که در یک همچین بره های حساسی این جملات رو بگن که در ظاهر هیچ ربطی به داستان نداره یعنی نه گفت من باباشون رو در میارم نه گفت پدرشون رو در میارم فردا میگم ارتش بریزه تو خیابون فلان کنه نه تهدید کنه میگه نفرت زیاده تو خیابون میدونم ولی عشقم وجود داره یعنی عینه آب سردی که رو آتیش میریزی چقدر طرف مقابل آروم میکنه و این کلمات عاشقانه بذار بگم فقط از قلب یه عاشق میتونه بیاد بیرون برای همینم تاثیر میذاره یعنی اگه این عشق به مردم و عشق به کشور عشق به پرچم رو نداشته باشه همه اینها مثل یه سری حرفای یاوهگویی میمونه که به دلش کم نمیشینه یه عالم از این حرفا رو میدن بایدن هم بعضی موقع پشت اون نوتخاش به حال قارقار میکنه میگه یه دونش حتی به دل زنش که چی به دل معاون اولش هم نمیشینه واسه اینکه همش نمایشه هیچ کسی از این زنگ خبر نداشته تا امروزی که ب... حالا این کنوانسیون برگزار شده و اونجا تاکر گفته مثل خیلی از ادمای دیگه که حالا به مرور زمان شاید فیلماشون رو بیارم که در یه موقعیت های این چنینی اینجا که فکر میکردن کارشون دیگه تو آمریکا تمومه دیگه جرئت ندارن پاشون از خونه بذارم بیرون هزار که اتفاق بعد براشون افتاده رئیس جمهور آمریکا بهشون زنگ بزنه و بگه که عشقم وجود داره من کمک میکنم محافظ میذارم در خونتون من برات دعا میکنم و اتفاقات این چنینی میگه این عشقی که وجود داره به نظرم انسانی نیست And I'm, I'll just stop with this. I'm not always convinced that I'm on the right side. I've been on the wrong side many times. Uh, اینجوری بگم که من هیچ موقع فکر نمی کنم که همشه uh, چیزی که دارم میگم درسته شاید چند باری بوده که طرف درست بودم say, هیچ موقع از من نمیشنوید که بگم من طرف خدا یا اینکه خدا با منه یا حتی که من با خدا not... دوست دارم اینجوری باشه ولی مطمئنم که مطمئن نیستم که اینجوری باشه میخوام اینو به صورت خیلی واضح و روشن بهتون بگم اینو معمولا همیشه هم میگم خدا در بین ماست در حال حاضر یعنی الان خدا در بین ماست و فکر میکنم این دیگه کافیه خدا حافظتون باشه بله حالا اتفاق بسیار بسیار زیبا و حرفه که تاکه کارسون زد یه نکته ای که میخواست بهش اشاره کنیم بودش که اگر ترامپ از اون گلوله جون سالم به در برد برای اینکه حالا هستی خدا قسمت هر چیزی که خواهد رو بذارید سرنوشت برای اینه که ترامپ بیاد و آمریکا رو نجات بده بگن و گلوله میتونست بشینه روی پیشونیش بجن که بشینه رو گوشش و اینجا منظورش بود که آقا داستان تمومه اگر قرار بود ترامپ نشه اون گلوله اثر میکرد پس خیارتون راحت داشته خدا در بین ماست و همون برای ما کفایت میکنه که حالا با عقاید مذهبی تاکر کارسون تقریبا این جملات آغشته شده بود ولی آدم رو فکر میکنه ببخشید آدم وقتی فکر میکنه میتونه یه رگاهی از منطقم پیدا کنه یعنی بعضی موقع میگن آقا خراب بود یارو بمیره اونجا میمرد دیگه از اون حادثه و فلان جون سالم به در نبرد که تهش اتفاق دیگه بیفته گرچه شاید هم بیا بگید نه مورد مشابهی هم وجود داشته ما آدم سراغ داریم از چه میدونم جاده چلوس با ماشین 8 تا ملغ زده ماشینش زنده مونده پس فرداش مثلا کرونا گرفته مرده نمیدونم حالا شما در کامنت برام تجربیات شخصیتون رو بنویسید بریم بس که در مورد نظرسنجی ها دستم خورد و دست زود پله شد و با هم ببینیم اینم باید برسون جالب باشه of Joe Biden's deficit to Donald Trump So what we have here is every single day of the 2024 calendar year Joe Biden has been trailing Donald Trump oh. خیلی عجیب و غریبه در تک تک روزهای 2024 تقویم 2024 در تک تک روزهای تقویم 2024 که سال انتخاباته در تمام نظرسنجی ها بایدن عقبتر از ترامپ بوده و این سی داره اینو عنوان میکنه در تک تک روزها هر روز اگر شما در مقیاس ملی بیایید انتخاب بکنی جو بایدن عقب از ترامپ بوده مقیاس ملی انتخاب از ترامپ بوده اگر اینو مقایسه کنی با اون زمانی که ما در کمپین سال 2020 بودیم دقیقا برعکس بوده اگر سال 2020 تو, تو همین امروزی که در تقویم هستیم رو بیایم مقایسه کنید در تک تک روزهاش جو بایدن جلوتر از دونالد ترامپ بوده 100% of the day exactly so it's the complete and polar opposite of الان دقیقا یه چیز 100 درصد برعکس اون اتفاقی که 2020 افتاده بوده در 2024 داره میفته. Where we is, well well که جو بایدن اندازه کافی شناخته شده است، ترامپ هم به اندازه کافی شناخته شده است. و تمام رای ها کاملا ثابت قدم دقیقا میدونن که آقا تو این رقابت چی می love either one of حالا میگه نمیخوام بگم که اونا عاشق یکی از کاندیدا هستن ولی کاملا ثابت قدم وایس و میگن که آقا تو این رقابت ما دونالد ترامپ رو opposed بایدن. the total and complete opposite of what we saw four years ago که این یه سه صد درصد معکوس اون چیزی که ما سال 2020 شاهدش بودیم when... این تقریبا همون نظرسنجی که گفته شده نانسی پولوسی رفته و اون رو نشون جو بایدن داده اون بحثی که میگن وقتی در خلوت بودن نانسی پولوسی در موردش با بایدن صحبت کرده um, if, again, اگر شرایط جور دیگه ای بره حالا ما قرار... نمیدونیم قرار چه اتفاقی بیفته جو بایدن باید تصمیم بگیره منظور که جو بایدن بره بیرون یا نره اگر که واقعا بره بیرون از گردونه رقابت کیو ما داریم برای ریاست جمهوری با توجه به این زمان اندر But the, there is no precedent. You know, the two examples of incumbent presidents in the modern era who could have run for re election and decided not to were Harry S. Truman in 1952 and Lyndon Baines Johnson back in 1968. But remember, they got out at the beginning of the primary process after the New Hampshire primary. It... دو نفر ببخشون که گفتم میگه رئیس جمهوری نداره ازشون از که همچین سابقه وجود نداره میگه این دو نفر که دور بعدی ریالکشن نرفتن واسه که تو انتخابات پرایمری حذف شدن یعنی مردم اومدن در انتخابات مقدماتی حزب به کسی دیگه رأی دادن و اون شد کاندیستی حزب right اگه نگاه کنید الان یه ماه فرصت داریم به کنوانسیون. دموکرات ها که گفتم میان و رأی ها رو تازه میخونن یعنی اون رأیی که مردم میدن اون قطعی نیست نمایندگان مردم باید بیان اون رأی ها رو تقدیم میکنن این وسط راه داره بعیده ولی راه داره که عوض بشه یعنی مردم رأی داده باشن مثلا فلان ایالت 80 تا رأی داده باشه بایدن ولی موقعی که میان در کنوانسیون طرف میگه آقا من 12 تاشو میدیم به بایدن ها مثلا چون میدونم 68 میدیم به یکی دیگه مثال دارم از لحاظ قانونی شدنی ولی تا حالا به هیچ عنوان اتفاق نیفتاده تا حالا همچین سابقه به هیچ عنوان وجود نداشته همچین اتفاق نیفتاده exactly, exactly, out, وقتی که جانسون و ترومن از گردونه رقابت رفتن بیرون صد روز هنوز فاصله بود تا

واقعیت اینه که زمان داره تموم میشه. It, it, I mean, I, there also i mean it, it's unprecedented right so you can't say but you, you can also make that the time has run out. Like, uh, بله بسره اینه که کاملا بی‌سابقه بوده البته ولی نگاه کنه. وقت واقعا تموم شده. I mean, it, because when you look at what we I mean, just looking at the past and the president that you just talked about so there's been a lot of talk if Joe Biden would step aside زمان تموم شده اگر شما نگاه کنید توی اتفاقات که توی چند وقت افتاده هایی که گفته شده واقعا زمان گذشته ولی اگر رئیس جمهور تصمیم گیره بره کنار و بر... کنار بکنه be best بهترین شخصی که میتونه جایگزینش بشه کیه um, what, do, what's the read on that according to voters? yes. با توجه به چیزایی که رای دهنده ها میگن کدومش بهتره so, you know, اطلاعات خیلی محدودی وجود داره که دقیقا رای دهنده ها ترجیح میدن کی جای بایدن باشه <applause> <تص یه نظر سنجی بوده که در کدومی که از اینا جلوی دونالد ترامپ مثلا نتیجهش بهتر میشه ولی تو ندیدیم که خود حزب دموکرات مردمش کیو ترجیح میدن که اون بالا بذارن I mean, ولی خب نبوده خاطر اینکه اگر حضور زن داشته باشیم مردم اومدن و جو بایدن رو انتخاب کردن به عنوان کاند خودشون so ما اطلاعات خیلی کمی داریم ولی دقیقا یه نظرسنجی همین اخیرا اومده بیرون 48 ساعت ازش اومده بیرون اگه نگاه کنید نتیجه نتیجه بسیار بسیار عجیب و غریب و یه کاملا هریس کسی که درصد معقولیتش از بایدن هم کمتره تو این نظرسنجی شده 50 درصد پیتر بوت جاج وزیر حمل و نقل با افتضاحات شدیدی که رقم زده چند میلیارد دلار پول گرفته جایگاه‌های به حال شارژ خودرو بزنه کلا اگه شما 6 تا 7 تا بیشتر نزده گریشن ویتمر با 7 درصد و گوی نیسان با 6 درصد یعنی اصلا طبق این نظر سنجی که به نظر من نظر سنجی مکامل مزخرفیه واسه نیو همشایرم هم بوده گوی نیسان که خیلی روش حساب میکنن 6 درصدیه و کامل که تقریبا خود دموکرات ها ازش فرار میکنن 50 درصدی بعید میدونم این اتفاق اینجوری باشه ولی حالا میگه the state of New Hampshire and you would have expected that that state would not necessarily be one of Harris's best state given I think there معمولا فکر این چیزی که توقع دارید که این ایالت ایالتی نمیشه که خیلی طرفدار کامالا هریس باشه ولی نتایج میبینید که 50 درصد بیشتر از این نمیخوام دیگه در موردش صحبت کنم من فکر می‌کنم که این نظرسنجی در کتاب فیل ها هم پرواز نمی کنند میتونه رو جیل چاپ بشه چون همچه اتفاقی تقریبا محاله خیلی ممنونم که این بخش خبری رو من دنبال کردید امیدوارم که از اخبار و اتفاقات امروز راضی بوده باشید اگر این گونه بوده ممنونشم لایک بزنید و سپاسگزار میشم اگه در کانال سابسکرایب کنید که بتونید وقت بیشتری رو با من باشید مرموق ویدیوی لایوی داریم برای شما هم نوتیفکیشن اون زنگولک هم بزنید و گزینه اول رو بزنید تا برای همه ویدیو براتون نوتیفیکیشن بیاد دوستان و مهربانان عزیز یه خواهشی دارم یه جمله اصلا جدیدن اختراش کردم میگم سرای سزای این خانه بیش از این است و این لطف شماست که کمک میکنه این خانه بزرگتر بشه با دعوت کردن دوستانتون به کانال و معرفی کانال به دوستان و دو آشنایان و بستگانتون حرف بدی به خود اینجا نمیزنیم هر کسی وارد این گردونه بشه خیلی سخته که از ما جدا بشه به خاطر اینکه حرفایی که میزنیم جدید حرفایی که میزنیم نگاه دیگه رو سعی میکنیم داشته باشیم و مطالبی رو صحبت میکنیم که جای دیگه صحبت نمیکنه مهمتر از همین که تحلیل های خودم داخل پرانتز گفته میشه و بقیه موارد رو حتی فیلمشو میدارم میارم که شما عین چیزی که گفته میشه رو ببینید نه تحلیل ها و تراوشات یک ذهن بیمار رو هر خوب و خوش و سلامت باشید تا درودی دیگر درود و خدا نگهدار.